کوچ ایرانیان، با درود فراوان به شما. همچنان در قرنطینیم و ضمناً سالگرد انقلاب و شورش سال 57 که آن هم باعث شده ملتی برای 42 سال در قرنطینه بمانند. امروز روزهای پایانی رژیم گذشته را با هم مرور خواهیم کرد. شما بهتر از من می‌دانید که این دگرگونی قرن در کشور ما در مرحله اول با فریب بزرگ آقای خمینی به بار نشست. داشتم عوامل حاشیه‌ای این فریب بزرگ را مطالعه می کردم، برخورد کردم به دیدگاه یک آخوندی که کمتر می شناختم، آیت الله خسرو شاهی. جالب است که او درست در روزهای آغازین این دگرگونی در ایران برخلاف سخنان گمراه کننده و فریبکارانه شخص خمینی می گوید که این بار روحانیت چون انقلاب مشروطه فریب سیاستمداران را نخواهد خورد و حکومت را به سیاستمداران واگذار نخواهد کرد، بلکه خود حاکم بر انقلاب و کشور خواهد شد. خب ما هم امروز شاهد هستیم که روحانیت کل امور کشوری را به دست گرفته است. اما شخص خمینی که حتما چنین قصدی هم داشت هرگز آن را مطرح نکرد، بلکه برعکس، و گفت که او به قم می رود و حتی گفت که روحانیت نباید در ایران رئیس جمهور بشود، چه رسد به ولی فقیه و شاه شاهان که امروز شده است. به هر حال این آیت الله خسرو شاهی که تبریزی هم هست واقعیت قصد و هدف روحانیت تشنه قدرت را در آن زمان افشا کرد. البته در آن روزها کسی زیاد به این اهداف پنهان آخوندها و طلبه های گرسنه حکومت بها ندادند. اما اینکه در روزهای پایانی رژیم گذشته چه گذشته است که ملایان توانستن حاکم شوند هنوز برای ما اهمیت بسیاری دارد. همانطور که در برنامه قبل اشاره داشتم، در ارتباط با مرور 37 روز دولت زنده یاد دکتر شاپور بختیار، شما دلایل سقوط رژیم پادشاهی را به وضوح شاهد می شوید. اما واقعیت پنهان اینکه در آن روزها به نظر من شاه وحشت داشت که به سرنوشت رهبرانی که سقوط کردند دچار شود، مثلا مانند چایچسکو و یا خیلی های دیگر، و به همین دلیل هم مصر بود که حتما از کشور خارج شود، و باز به همین دلیل هم تمام اعضای خانواده خودش را قبلا به خارج از کشور فرستاد، مقدار زیادی از اساس شخصی خودش را هم با هواپیمای باری ارتش به خارج ارسال کرد. و جالب است که حتی یک هفته قبل از خروجش که از فرودگاه مهرآباد به او اطلاع دادند که برادرش شاپور غلامرضا امشب وارد تهران شده است، دستور داد که فوری همان شب از فرودگاه برگردد و از ایران خارج شود. احیانا فکر میکرد که ممکن است که اعضای خانواده او در آن روزهای حساس به گروگان گرفته شود. مسئول امنیت گارد شاهنشاهی موقعی که شنید پادشاه با هواپیمای شخصی کشور را ترک کرد، دستهایش را به عنوان شکرگزاری بلند کرد و خوشحال میشود که شاه جانش را نجات داده است. به هر حال در همان روزها بود که قرار شد آقای امیر اصلان افشار هم در رکاب پادشاه به خارج از کشور برود، و آقای افشار هم چندین بار گفتند که زنده ماندنشان را مدیون پادشاه هستند که درست است، و به همین ترتیب شاه از اردشیر زاهدی می‌خواهد که او هم با او از ایران خارج شود، ولی اردشیر نمی‌پذیرد. اما جالب است که در موقع پاسخ منفی اردشیر شاه میگوید اگر اینجا بمانی ممکن است تو را دستگیر و یا تکه تکه کنند. این همان ریشه حراس شاه از ماندن در کشور در آن روزهای بحرانی و انقلابی است. شاید کمتر کسی به این مهم توجه داشته باشد. یکی از اهداف شورشی که آنها به راه انداختند به وحشت انداختن شاه بود که مؤثر واقع شد. ببینید روشنفکران و دیگر سیاستمداران مخالف شاه
که چنین قصدی نداشتند. این تولید وحشت از زیر عبای خمینی و همفکران مذهبی او فعال شد. در جای خود خمینی هم گفته است. ولی امروز اجازه که طی دو سه برنامه آینده بنشینیم پای صحبت اختصاصی من با وزیران کابینه دکتر بختیار، همچنین مشاور او آقای شریفی و معاون او آقای مشیری که دو سال قبل متاسفانه فوت شد. به باور من با ارائه دیدگاه این فعالین آخرین دولت رژیم گذشته، شما یک تصویر واقعی از آن دوران حساس را شاهد می شوید. این مصاحبه های اختصاصی که در چارچوب تاریخ شفاهی این دوران مهاجرت قبلا ضبط و ثبت کردم، مجموعاً آنها تصویر روشن و واضحی از آن روزهای بحرانی را برای شما به نمایش می‌گذارد. بگذارید در آغاز امروز با اردشیر زاهدی شروع کنید که متاسفانه در این روزها به علت زمین خوردگی و همچنین ذات‌الریه و خطر کرونا که خوشبختانه پشت سر گذاشته زیر نظر مراقبت‌های پزشکی است. با آرزوی بهبودی او و آقای امیرحسن افشار و دیگر شخصیت‌های سیاسی آن زمان که اکثرا دوران کهولت را طی می‌کنند. امروز با هم به کشور سوئیس و شهر مونترو محل اقامت آقای زاهدی می رویم. من یک جا خواندم که در روزهای پایانی رژیم گذشته، موقع که شما در کاخ سلطنتی بودید، اعلیحضرت اشاره کردن که قصد مسافرت دارن و تصمیمشون رو گرفتن و شما در مقابل اشاره کردید که من قصدم بمونم و مبارزه کنم. صحیح. و ایشون تأکید کردن که نمیدونم کی بهتون گفته، من هر کس منم در یک مصاحبه از شما خواندم، من اگه اشتباه کنم در راه زندگی وجود در راه زندگی که چند تا هم وجود در حضورتون بودن، به هر حال شما موقعی که تأکید داشتید، بله این حرف عرض کردم، ایشون گفتن که شما اگر اینجا بمونید تکی تکی میشید، یه همچین چیزی من خواندم. عرض کردم بعدن میگیرن حبست میکنن نابودت میکنن، گفتم من میمونم مبارزه میکنم. بعد موضوعی فرمودن، چون اون وقت ولی حضرت ملک پهلوی اونم مخالف بودم، ایشون خارج نشدن، نمیدونستم ما گاهی اوقات ممکنه این وحشیت، چون میدیدم روحیه مردم. من اون وقت میخواستم ولیعهد رو از کلرادو بیارم ایران، مردم ببینن ولیعهدشون رو، ببینن شاهشون پلوشون، ولیعهدشون پلوشون، ملکهشون پلوشون، ملکه مادر. خب اونها هم حق داشتن، بالاخره هر پدری، هر مادری، هر مادر بزرگی، هر خواهری هم علاقمندن. اونها هم بعد از سلام علی من شاید یه خود تون در این موقع، ولی معتقد بودم که اگه ایشون تشریف نمی بردن آرتش از بین نمی رفت، چون برای شاه آرتش، شاه براشون سایه خدا بود. اگر آرتش میموند این بدبختی ها پیش نمی آمد. همینطور که نمونهش در عراق دیدیم، امریکای آرتش عراق رو از بین بردن، هنوز گرفتار امنیت در عراق. اینا همه به هم نتیجه ها رو میبینیم. نمیخوام بگم من اون وقت همه اینا رو پیش بینی، متاسفانه پیش بینی دو تا چهار تا جلو بود. رو این اصل اینها متاسفانه بود. بله، بعد هم به من فرمودن که من اگر تو نری زندگی خانواده من به هم میخوره. اون وقت خفته بودن منزل والاعظمت شمس را آتیش زده بودن، همین محصلینی که امروز میگن ما پشیمانیم، همین افرادی که ارشاد اغلبشون از همه همین ها بودن، چه از خانوم ها چه از آقا بودن، ادهی که تحت تحصیل یک تبلیغات خارجی آمده بودن. خارجی ها میخواستن از آب گلالود ماهی بگیرن. متاسفانه ما نباید تسلیم اونا میشدیم، ما باید مبارزه میکردیم. منافعشون اونا اون بود، منافع ایران هم این بود. ولی درست
ولی وقتی تو خیابون ریختن دیگه با اسلحه، همون وقت هم میشد اداره کرد. ولی روز به روز این جریان متاسفانه بیماری علازاد یکی از بدبین، خب بیمار بود، مردمش نمیدونستن، میامد بیاد بیرون، دولتهاش ضعیف بود. کاری هست مسئول دولت باید کارش انجام بده، نه استفاده بده کار شما. مگه خونه خاله است؟ این میز باره یا این صندلی من ارث پدری منه، نمیتونم بعد برم یکی دیگه بیاد. شما نمیتونید کارتو بکنید، هر کسی این دو تا چارتا یه سیز صحیح کارش نمیشه کرد. اما اینا شده. آقای زاهدی شما پس تاکید بر این داشتین که شاه مملکت حتما بعد در ایران میماند؟ ممکنه خیانت می بود حرفم، عقیدم بوده، عقیدم هست، بارها هم گفتم چون بهشون بارها هم کرد. دو جلد کتاب خاطرات شما رو مطالعه کردم، از نظر تاریخی بسیار با اهمیت، امیدوارم کتاب سوم و چهارم شما به زودی بیرون بیاد اگه زنده باشم. نه با خدا، کمک زیادی میکنه به دید تاریخی ما ایرانیان. و هر شما برسونم اون فرمایش شما که در ارتباط با ماندگار بودن ایشون در ایران میتونست قضایا حل بشه، به نظر منطقی و اصولی میاد. امروز پس از 30 سال موقعی که با عده‌ای از سیاستمداران صحبت میکنیم، کسانی که دستن در کار بودن و امروز هم هستن در خارج از کشور به نوعی در اپوزیسیون، عده زیادی از این قش به این نتیجه رسیدن که به علت همون کوتاهی هایی که در روزها و ماها یا یکی دو سال آخر شد، حکومت شاهنشاهی حکومت ایران رو در سینی طلا گذاشت و تحویل یک عده آخوند یا همکاران آخوند داد. چقدر شما این رو قبول دارید؟ ارشد که من خودم این حرف زدم و عرضشونم رسوندم. بله ما گذاشتیم توی سینی تریایی یا بشقاب طلایی، تحویل دادیم. این حقیقتی است. به اون عرایزی که گفتم نتیجه ما میتونستیم جلو این کار بگیریم اگر شرافتمندانه مردم رو گوش میدادیم، اگر به دادشون میرسیدیم، اگر کارهاشون رو انجام میدادیم. در هر گروهی هم خوب و بد هست، در موقعش هم قدرت خودمونه به کار می‌برد. آقای آموزگار خیلی خوشحالم که اینجا در پاریس خدمت شما میرسم. قربان شما. خوشحالم پس از مدت‌های فرصتی پیش آمد تا از نزدیک بتونیم صحبت. این از اون حرف هست برای اینکه شما فقط در چون در پاریس خدمت بنده میرسید خوشحالید، جای دیگه خدمت میرسیدید نه خوشحال میشید. احیانا اونجا هم خوشحال میشتم. خواهش میکنم. بله همینطوره. بله شما برسونم در ارتباط با فعالیت شما در روزهای منجر به انقلاب و مخصوصا اون 37 روزی که در کابینه های دکتر بختیار بودید، مایل هستم یه اطلاعاتی از شما کسب کنم. چگونه دکتر بختیار شما رو انتخاب کرد یا شما دکتر بختیار رو انتخاب کردید برای اون روزهای بحرانی؟ البته دلیل اینکه آقای بختیار من رو انتخاب کرد خب به دلیل این بود که ما با هم دوست بودیم و او به کارهای مطبوعاتی من علاقمند بود و وقتی که بهش پیشنهاد نخست وزیری کردن که ما رفتیم پهلوش، به اتفاق آقای دکتر مدنی و دکتر سیروس ابراهیمزاده و من ستایی رفتیم پهلوش، در اونجا به من گفتش که خب من دیگه بایستی بگم که بهتون گفتم که من روز سه شنبه قبل از اینکه حکم بگیرد آقای دکتر بختیار و آقای رزماران نهار منزل ما بودن. صحیح. و در اونجا سر نهار گفتش که به زودهای خبرهای خواهد شد. خب ما کم و بیش میدونستیم که مذاکراتی داره میکنه با بزرگان و این حرفا و گفته بود که تقریبا این اتفاق خواهد افتاد. بعد رزمارا اونجا بود، رزمارا خب گفتش که پس بنابراین من باید برم زن و بچه‌مو برسم در پاریس، اوضاعشون رو درست کنم و برگردم. اونم گفت بعد این کار رو بکن. بنابراین دیگه مسلم بود که ما میدونستیم که این اتفاق خواهد افتاد. حالا در مورد اینکه چه روزی اتفاق خواهد افتاد نمیدونم. اون میدانستید که میفرمایید چه پشتوانه‌ای داشت؟ خود حرف آقای دکتر بختیار. آقای دکتر بختیار گفته بود که عرض کردم ما میدونستیم که این دارن یه مذاکراتی میکنن، این رو میدونستیم.
ببینید صحبت های عقب میره عقب میره، باید من یه خود از جلوتر بگم. نه چون پای صدیقی هم در میان بود به این جهت نه آقای صدیقی که خب یه نکته دیگری بود اون ماجرا. من کاندیدای آقای دکتر آموزگار بودم برای ریاست تلویزیون و رادیو و در همون موقع متاسفانه من دچار انفاکتوس شدم و رفتم به انگلستان برای معالجه. موقع رفتن آقای آموزگار به من گفتش که زودتر بیا برای اینکه بایستی کار رو شروع کنی. ببخشید نسبت شما با دکتر آموزگار؟ اونها فارس هستن و من آذربایجانیه اون اهل استخبانات فارس هم ولی خب خیلی نزدیک بودیم با هم. بعد خب اونجا من مدتی بودم تا اینکه تو تلویزیون شنیدم که سینما رکس آتیش گرفته، دیگه فکر کردم که اخلاقا دیگه من باید برگردم اگر کاری از دستم برمیاد انجام بدم. و همین دلیل فورا آمدم ایران. آمدم ایران در تا این فاصله که من بیام به ایران آقای آموزگار استعفا داده بود و خب برختم پهلوش ضمن صحبت هایی که میکردیم به من گفتش که حالا وقتشه که تو یک کاری بکنی. من گفتم چیکار؟ گفتش که این روشنفکرها رو جمع کن و ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، الان مملکت در خطر است و از این حرف. من اومدم بیرون و خب یکی از دوستان که از جمله روشنفکر بودن از جمله آقای دکتر بختیار دعوت کردیم به ایران. آقای رزمارا بود، آقای دکتر افراسیابی بود که همشهری شماست الان در لس آنجلس، آقای فضل الله صدر بود، آقای شاپورزن نیا بود، یه گروهی بودن گروه های اینها رو خب من جمع کردم از جمله آقای دکتر بختیار. خب ما صحبت میکردیم و از این حرفا. طبیعیست که در اینجور جمعیت ها به جز این که همه با هم هستن یه چند نفری هستن که بیشتر به هم نزدیک هستن. آقای دکتر بختیار و بنده و یکی دو نفر دیگه یه خورده نزدیکتر بودیم، بنابراین طبیعی بود که با ما از این صحبت ها میکرد که مشغول صحبت هست و مشغول مذاکره هست و اینها. و بالاخره عرض کردم همون سه شنبه نهار که بودن معلوم شد که صحبت ها به نتیجه رسید، ولی هنوز معلوم نبود که چه روزی این اتفاق خواهد افتاد. روز جمعه من رفته بودم به کرج منزل یکی از دوستانم، وقتی که برگشتم خونه آقای دکتر مدنی تلفن کرد گفت کجا بودی؟ از صبح دکتر بختیار دنبالت میگرده برای اینکه حکم رو گرفت و بنابراین دنبال تو بود که بری پهلوش و فلان این حرفا. و گفتم خب الان که دیگه جایی نمیشه برن. گفت چرا؟ من میام و دنبال تو با هم بریم پهلوی دکتر بختیار. آمد و ما سه نفری رفتیم پهلوی دکتر بختیار. اون موقع ضمن صحبت های اولیه‌ای که شده بود قرار بود که آقای دکتر مدنی وزارت کشور رو به عهده داشته باشه. منم خب طبیعتاً کاری که تخصصم بود کار مدیا بود و کار وزارت اطلاعات و این حرفا. منتها به دلیل اینکه من انفاکتوس کرده بودم و یه خورده ضعیف شده بودم قرار شد در اون همون شبی که رفتیم اونجا من وزیر مشاور بشم و شروع کنم به مذاکرات با احتساب کرده ها. دلیل آقای دکتر بختیارم این بود که میگفتش که اولا تو دوست و رفیق زیاد داری، ثانیا این که آرومی، دیرتر عصبانی میشه، به نظر من این کار برای تو راحت تره، این کار رو بکن. ما خب طبیعی است که قبول کردیم. درست روزی که میخواستیم بریم به برای معرفی شدن پیش شاه، ایشون که من رفتم صبح خونهشون که از اونجا بریم معرفی بشیم، آقای دیدم آقای مشیری و آقای بختیار دوتایی دارن
تو حیات اون ته یه پله هایی داشت که میرفت به زیر زمینشون، جلو اونجا ایستادن و دارن با هم صحبت میکنن و تا من رسیدم من صدا کرد و گفتش که سر گاف تو خمره گیر کرده، بایست تو یک کاری بکنی. گفتم چی شده؟ گفت اون آقایی که قرار بود که وزیر اطلاعات بشه ایشون فعلا نمیتونه. حالا البته من اسمش رو نمیبرم، ظاهرا گفته بودن به آقای دکتر بختیار که ایشون احتمالا اعتیادی داره و همین دلیل دکتر بختیار میگفتش که تا وقتی که این مخرز بشه که داره یا نداره فعلا نمیتونیم که ایشون بیاریم. تو باید قبول کنیم. گفتم بسیار خوب، ولی به این شرط که خیلی موقت باشه، چون اول خودتون به من این پست رو پیشنهاد کردید و من گفتم که من تواناییشو ندارم، ولی الان دیگه خب وضعیت طوریست که بایستی قبول کرد ماجرا رو. بسیار خوب قبول میکنم، ولی به شرطی که موقت باشه. گفت خیلی خوب، من تمام تلاش میکنم که یک جانشین برای تو انتخاب کنم. گفتم تو حکم من بنویسید که من موقته. گفت من حرفی ندارم، ولی اگر این کار رو بکنیم تو قدرت تو وزارت خونت کم میشه، بنابراین درست نیست که این کار بکنیم. منم قبول کردم و بالاخره رفتیم و در حضور اعلیحضرت من رو به عنوان وزیر اطلاعات و وزیر مشاور، هر دوتا، شاید تو کابینه من تنها آدمی بودم که دوتا پست داشتم، و معرفی کرد و ما اومدیم و رفتیم به وزارتخونه. وزارت اطلاعات برای من یه وزارتخونه خیلی آشنا بود، چون به علت کار روزنامه و این حرفا من دائما تو وزارت اطلاعات میپلکیدم و با تمام مدیرانش و اینا دوستای نزدیک بودم و خیلی آشنا بودم. برای من گرفتاری نداشتم از اون نظر که در وزارتخونه‌های دیگه اعتصاب میکردن و نمیومدن و از این حرفا نبود. البته نه اینکه اعتصاب نبود، اعتصاب بود، ولی کسی مزاحم من نبود. به هر حال به این ترتیب ما تقریبا به خوبی کارای آغاز کردید. نه، کارای رادیو و تلویزیون رو اداره میکردیم. آیا موسیقار، چون در بعضی ادارات شنیدم که وزرا رو راه نمیدادن. این یکی از شایعات دروغی است که برای تمام آدم ها راه انداختن. به هیچ وجه اینطوری نیست، به هیچ وجه. برای اینکه اساسا تنه جامعه ایران موافق انقلاب نبود، یعنی ما کاملا این رو حس میکردیم. دلیل نداشت که کارمندا، یکی اگر مثلا تصادفاً یه وزیری هم با آشنایی نداشت با وزارتخونه خودش، چون تمام آدمایی که آقای دکتر بختیار انتخاب کرده بود مربوط به اون میلیو بودن، مربوط به همون وزارتخونه بودن. مثلا آقای دکتر امین ریاهی بود در آموزش پرورش، مثلا آدم شناخته شده بود، بزرگ شده این بود، یا عباس قلی بختیار بود برای صنایع و فلان، دیگه همه میشناختنشون. چه دلیلی نداشت که آزار بدن. ولی خب این حرف رو انقلابیون سر زبون ها انداختن. مطلقاً دروغ بود، مطلقاً دروغ بود. اصلا مثلا شما تصور کنید آدمی مثل میر فندرسکی رو میشد راه نداد به وزارت امور خارجه با اون سابقه در اون. اصلا وزارت امور خارجه اصلا ساخته شده میر فندرسکی ها بود و بقیه وزارتخونه هم همینطور، همه رو میشناختن، همه میشناختن، هیچ قسم هیچ کاری نداشت. به هر حال تر تمام وزارتخونه ها اعتصاب بود، در این تردیدی نیست. اعتصاب هم چیزی بود که بیشتر حالت مملکتی داشت، مربوط به وزارتخونه نبود، ولی خب کارا روال خودشو در حدی که میتوانستیم انجام میدادیم. و البته در وزارت اطلاعاتی که من سرپرستی میکردم گرفتاری به اون معنا نبود، به دلیل اینکه کار اصلی وزارت اطلاعات تا اون موقع سانسور مطبوعات بود، ولی خب دیگه وزیر اطلاعات آقای دکتر بختیار که نمیشه سانسور بکنه که. طبیعتا ما اون
بار اصلی کار در وزارت از روز شما برداشته شد. ما هم کارهای معمولی رو انجام میدادیم و بیشتر روی جهانگردی کار میکردیم و به همین دلیلم خب خیلی کارها خوب پیش میرفت و هیچ گرفتاری خاصی نداشت. تا روزهای آخر هم در خود وزارتخونه خبری نبود. من حتی روز 22 بهمن هم رفتم سر کار چون با خونه ما خیلی فاصله نداشت، ولی راننده نیومد به دلیل اینکه دیر کرده بود تو راه، چون خونش در کرج بود نمیتونست بیاد تو شهر. تقریبا در حدود مثلا 12 رسید که من رفته بودم وزارتخونه و برگشته بودم. در اون روز آخر یک اتفاق بسیار جالبی افتاد که من هر بار این رو نقل میکنم چشام پر میشه و واقعا بغض گلوم رو میگیره. امیدوارم امروز که میخوام تعریف کنم این اتفاق نیفته. یک گروهبانی بود با 3 سرباز که اینو گذاشته بودن برای محافظت از وزارت اطلاعات و خب من که رفته بودم به وزارتخونه، طبیعی است که کسی هم نبود دید، اما هیچ کدوم از کارمنده نتونسته بودم بیان، چون نه وسایل بود نتونسته بودم برسن، یکی ترسیده بودن. خب به هر حال اون روز انقلاب بود دیگه، 22 بهمن. این گروهبانه اومد بالا و اومد تو اتاق من و ادای احترام کرد و گفتش که آقا تکلیف من چیه؟ گفتم از چه نظر؟ گفت آقا من چیکار کنم؟ به من گذاشته اینجا که از شما دفاع کنم، من هیچ ارتباطی ندارم با این سرباز. گفتم والا دیگه قضیه تمام شد، به نظر من بهتره که شما هم برید سر سربازخونه فلان. گفت من برم سربازخونه؟ به من گفتن از شما دفاع کنم. من فهمیدم باز بغض گرون رو گرفت. چه انسان شریفی بود. و گفت من با آخرین نفراتم و آخرین گلولم ازتون دفاع میکنم. من از پشت میز بودن شده اومدم این طرف رو، بعد گفتم که نه دیگه قضیه تمام شده است فلان. این اومد طرف من، سرش گذاشت شوشونه من، شروع کرد به گریه کردن که به من ربطی نداره که در مملکت چه اتفاقی افتاده. به من گفتن از شما دفاع کنم و میمونم ازتون دفاع میکنم. خیلی من رو منقلب کرد. و ظهر بود، تا حدود ظهر همون یک شنبه حدود مثلا ساعت 10 مثلا اون وقتا دقیقا یادم نیستش، هرچی بگم به تیز گفتم بعد. ولی خب به هر حال خیلی من رو تکون داد که چطور به این ملت با این شور، با این هیجان، با این علاقه برای مملکت همه مهر انقلابی بودن بهش میزنن و سعی میکنن که بگن که همه چیز از دست رفته بود. واقعا از دست نرفته بود. فرحال من بعد اینو مرخص کردم و ازش خواهش کردم که بره. اینا میگفت نمیرم. بالاخره به هر ترتیبی بود یه جوری راه انداختیم بشه رفت. و بعد منم دیدم که خب نه کاری هست، نه هیچی هست، نه تلفن کار میکنه، نه هیچی. آمدم و رفتم منزل بلا فاصله خیابان. خیابانه که خیلی شلوغ بود، نه طرف های بزار کنه، همه میرفتن طرف مثلا توپخونه، طرف مثلا شهیاد، اون ورا میرفتن دور سربازخونه. میگم سربازخونه، دور وزارت اطلاعات شلوغ به معنا نبود. و من اومدم، خیلی هم فاصله تا خونمون نبود و پیاده اومدم و رفتم خونمون. و
بلافاصله یکی از شاعرای خیلی معروف که اسمش رو نمیبرم چون هنوز در ایرانه، بلافاصله تلفن کرد که سیروس اوضاع خیلی خوب نیست و الان میام دنبالت که ببرمت خونمو. گفتم نه من هیچ احساس خطری نمی کنم و واقعا هم احساس خطر نمی کردم، چون فکر میکردم که ما که کاری نکردیم توی این مملکت. ولی اون نگهبانم به شما قوت قلب داده بود. نه غیر مستقیم به طور عاطفی من رو عجیب آزار داد، عجیب. یعنی هر وقت من اینو تعریف میکنم ناراحت میشم، واقعا ناراحت میشم. عجیب اینه که من انقدر فارغ بودم که حتی اسم این آدم نپرسیدم. همیشه خودم سرزنش کردم که حالا میخواستی اسمشو بپرسی که این کیه. نمیدونم. بهرحال بعد بلافاصله یکی از دوستان روزنامه نویس تلفن کرد که آقا من دارم میام که تو رو ببرم خونم. گفتم نه من جایی نمیخوام برم به خونمون هستم بلا. اینجا یه اتفاق دیگری افتاد که واقعا تکون دهنده بود و نشون دهنده اینه که تمام این حرفا مزخرفه و واقعا مردم با انقلاب نبودن، جز یک عده‌ای که حالا برحال انقلابی بودن و جیب دوخته بودن برای موفقیت و یا اینکه خیال میکردن که اتفاق قاعد افتاده، اینها از این گوشه فرش یک تیکشم اونا خواهم برداشت. من موقعی که مدیر مجله تلاش بودم، مجله تلاش مجله بود که مال آقای هویدا بود، هویدا صاحب امتیازش بود، من اداره میکردم این مجله. اون موقع یک کارگری بود که کارش عبارت از این بود که میرفت با گونی این مجله ها رو از چاپخونه میگرفت، میآورد به دفتر مجله، اونجا آدرس میزدن و باز با گونی میبرد و میذاشت چون. یه دفعه دیدم این با وانتش اومد. وانتش اومد و در صد اومد تو که آقا بریم. من کجا؟ گفت بریم خونه ما. برای چی؟ گفت بریم آقا بریم. من یک کارگرم، هیچ کس به من زن نمیبره که شما خونه ما هستید. بریم خونه ما قایم بشید. من خبری نیست. گفت نه آقا خبری باشد یا نه این ملت نمیدونن چیکار میکنن، ممکن است حالا نمیدونن، ولی هیچ کس زن نمیبره که خونه من، خونه یک کارگر بدبخت جنوب شهر که آدم مهمی مثل شما قایم شده، بریم خود. شما باور نمیکنید که من و زنم با چه زحمتی تونستیم این آدم رو راضی کنیم که بره و من رو نبره خونش. خب اینا نشونه هاییست که من آخه به این آدم چی کار کرده بودم؟ هیچ کار. یک کارگر عادی بود در یک چاپخونه، صد نفر اونجا کار میکردن، یک شم این بود. ولی این در اون لحظه احساس کرده بود که یه وظیفه رو دوششه. دقیقا. این اون وجه تمایز یک انسان زنده مردمیه با تفکر و شریف هست با یه آدم دیگر. برحال اونجا که خب من نرفتم و همینطور نشسته بودیم و فلا این حرف ها بود، خواهرم آمد و خواهرم گفتش که حالا تو برحال هر کاری که بکنی معلوم نیست اوضاع چیه، بنابراین بریم خونه ما. در اینجا به دیدن معاون دکتر بختیار در کابین 37 روزه می رویم. محمد مشیری یزدی. بنده ماموریتی داشتم در ایتالیا و امریکا و برگشتم ایران و گفتند که آقای بختیار دنبال تو می گرده. بی خبر از اوجا بودم. سال 1357 بله. بعد آقای دکتر اعتبار که بعدها داماد بختیار شد و میدونید بله بله عرض کنم، ایشون هم برادر زن من بود. صحیح. عرض کنم تلفن زد که با بختیار در به در دنبال شما میگرده.
من رفتم منزلش و دیگم شلوغه و پیداست که قرار نخست وزیر بشه. گفت آقای بشیری چه سمتی رو میخواید قبول بکنید در کابینه من؟ گفتم من میخوام نزدیک شما باشم و مشورت کردیم معاونت شد، برای اینکه من هر روز 3-4 دفعه آقای بختیار رو در روز 22 بهمن 1357 که روز اینم قصه شدیدنی داره. طی این 37 روز چه وقایعی برای شما رخ داد؟ این 37 روز چگونه گذشت؟ خیلی خیلی قصه ها دارم آقا عرض کنم حضورتون، که ولی چیزی که جالبه که براتون بگم، بعد از سقوط بختیار در روزنامه آیندگان نوشتن که در جلسه ای در اتاق معاون نخست وزیر بوده برای انجام کودتا بر علیه نظام، بر علیه نظام آخوندی. واقع غیر از این بود، جلسه ای بود در اتاق من با حضور فرماندار نظامی سپهبد رحیمی، گفتم براتون نه گفتم و آقای رئیس صدا سبک، آقای کیس که گشرنش مقدم و چند نفر دیگه، اون آقایی که خیلی آدم نجیبی بود و بله حالا یادم نیست، ولی برای ایجاد یک تظاهراتی بود در تهران، در تهران بشه علی رغم تظاهراتی که برای خمینی میشد. ولی من شخصا با این تظاهرات موافق نبودم، میگم میدونستم که عده زیادی نخواهند آمد. آیون قهر کردند و رفتن پلو آقای بختیار و آقای مشیری موافق نیست با این تظاهرات، ولی گفت خود دانید میتونید تظاهرات بگی. من آقای بختیار تلفن کرد که من رفتم پلو و گفت که شما چرا مخالف هستید؟ گفتم ارزشی من نمیبینم برای این تظاهرات، ولی این تظاهرات انجام شد، ولی میخواستن از من پولی بگیرن از نخست وزیری، ولی من حاضر نشدم و بختیارم قبول کرد که من پولی ندم و خرجش رو از جای دیگه سواکی از این بله. دو بار سه بار تظاهراتی شد. بله تظاهراتی شد و گفتم که براتون شاید خصوصی عرض کردم حضورتون، تظاهرات آمدن دم دفتر من و اون موقع آقای بختیار رفته بود سر قبر مصدق السلطنه و آقای آریانا وزیر کار اتاق من بود، گفتن از من خواستن که برم به تظاهرات جواب بدن. آقای آریانا گفت من عوض شما میرم، رفت اونجا جیبش رو زدن. یعنی مردمی که اونجا بودن بله، جیبش رو زدن. خب نیاز داشتن آقای شریفی. این قضایای چیز جالب روز 22 بهمن 21 و 22 همون جلسه بود در اتاق شما؟ نه اون جلسه خیلی قدیم تر، یعنی 15 روز جلوتر، ولی این جلسه 21 میگم، من 2-3 نفر مهمان داشتم که در کنار اتاقم به اینا دعوت کرده بودم بیان. یه وقت آقای بختیار به من تلفن زد و گفت که شما میتونید بیایید اینجا؟ گفتم با کمال میل، نهارتون اینجا بخورید. بله من از آقایون عذر خواستم، گفتم شما نهارتون بخورید، من با آقای نخست وزیر خواستنم. رفتم دیدم پریشان احوال احساس کردم آقای بختیار، گفت که حکومت نظامی رو اعلام کردم با آقای رحیمی و عرض کنم حضورتون که بدبختانه خمینی گفته زیر بار حکومت نظامی نرید و مردم بیایید بیرون.
و میخواستم با کسی با تو صحبت بکنم و گفتم. حالا بعضی ها معتقدن که آقای بختیار گفته بوده ادعی رو بگیرن، به این جمله خمینی رو برنامه ریزی شده بوده برنامه ریزی. من خبری از این کار ندارم، اطلاعی ندارم و چیزی هم بختیار به من با همه اینی که خیلی هم اسرارش رو به من میگفت در این زمینه چیزی نگفت. صحیح. شاید آقای آموزگار درست گفته باشه، کاملا درست. و من تکذیب نمی کنم ولی تاییدم نمی کنم. خود آقای بختیار هم گفتن این مثلا گفتن؟ بله باش گفتن. بله خب روز 22 شما چگونه گذشت؟ 22 تعطیل بود نخست وزیری. بله. خانم کلانتری اونجا حضور داشت و 3-4 نفر اون سرهنگی که همشهری بختیار و اون پیش بختیار بود و من از اتاقم که قسمت ساختمان نوساز نخست وزیری بود آمدم پهلو بختیار و در این حیث و بحیث این جالبه خیلی. سرهنگ نیلی یا سرگرد نیلی درجهش نمیدونم آمد با احترامی به من گفت که آقای مشیری مطلبی دارم با عرض آقای نخست وزیر برسون. گفتم چیه؟ گفت که مردم دارن هجوم میارن روز ساعت 10 روز 22 بهمن دارن هجوم میارن به نخست وزیر. گفتم شما مقدار تواناییتون در قبال این برخورد چقدریه؟ گفت 3-4 تا سرباز داریم و اینا تفنگاشون قابل اطمینان نیست و خود این اشخاص هم قابل اطمینان نیستن. بررسی این شکست تاریخی را در هفته های آینده نیز ادامه خواهیم داد. ما میدانیم گره کور این واقعه تاریخی که منجر به روی کار آمدن ملایان در کشور ما شد همان اقدام مشکوک اعلان بیطرفی ارتش در روز 22 بهمن سال 57 است. در این رابطه سند جدیدی نیز به دست آمده که به باور من سرنخ تمام این نابسامانی هاست. بگذارید آرام آرام به آن هم خواهیم رسید و شاهد خواهیم بود که کاخ سفید چگونه خانه کاهگلی تازه رتوش شده ما را در سال 57 ویران کرد. تا هفته آینده. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.